به نام و یاد خدا. سلام، به برنامه حقوقی راه روشن خوش آمدین. در نخست معرفی برنده سوال محوری برنامه هفته گذشته. سوال محوری برنامه هفته گذشته: دوره نامزدی یعنی یک، دوره امتحان، دو، از خواستگاری تا عقد، سه، هر دو. و این هم جواب درست سوال. گزینه اول، دوره امتحان. امیر محمد از ولایت کابل جواب درست را ارسال کرده و از طریق قرعه برنده یک پایه تلویزیون شناخته شد. مهمانان برنامه: بانو تمنا ثبات سروری، وکیل مدافع و مشاور حقوقی دفتر عدالت برای همه. آقای روح الله حبیب، وکیل مدافع و معاون دفتر عدالت برای همه. و آقای ولی احمد عاصم، مشاور ارشد دفتر عدالت برای همه. قسمی که در نخست گفتیم، موضوع برنامه کنونی نکاح اجباری است. توجه کنید به بسته معلوماتی که همکاران ما آماده کردند. سلام، چطور هستی؟ خوب هستی؟ سارا دخترم، سارا بیا که بریم خانه، دیر میشه. بون کدوش کو بازی کنه خور. چرا خور؟ جگر خون هستی؟ ایش مورکم و فرشته را خود دیده بودی نی؟ بله. دخترک همسای موره؟ بله. همور پلرش به بچی کوکایش نامزاد میکنه. به خاطر از او جگرم خون است. مادرش خود جگر خون بود، گریان میکرد بیچاره. چرا او خور؟ او خسنفنوی مکتب است، خورد است. از مکتب هم کشیدیش. خود جگرم خون است که توبه ده ای شرایط خراب. چرا تو میکنن یه خواست تفلار بزرگ بشوی میدن؟ آقای عاصم، نکاح اجباری چیست؟ قبل از پرداختن به جواب سوال شما، به بیننده های محترم تلویزیون یک سلام تقدیم میکنم. نکاح اجباری طوری که از نامش پیدا هست، به نکاح اطلاق میشه که در او اجبار و اکراه صورت گرفته باشه. اساسا در عقود باید رضایت وجود داشته باشه. یعنی در قانون مدنی ما ماده 505 صراحتا تذکر داده شده که شرط صحت عقد رضایت است. یعنی عقد باید، عقدی که به عمل میاد، در صورت صحیح بوده میتونه که رضایت در وجود داشته باشه. هرگاه رضا وجود نداشته باشه، در اون صورت اراده معیوب دانسته میشه. اراده معیوب. و از عیوب اراده، از چهار عیبی که در اراده وجود داره، یکی هم اکراه هست. در صورتی که اکراه و یا اجبار در یک عقد وجود داشته باشه، او چیز عقد قابل ابطال دانسته میشه. از او خاطر در ماده 558 قانون مدنی ما هم صراحتا تذکر داده شده که عقدی که به اساس اکراه به وجود میاد، عقد صحیح دانسته نمیشه. بله. سپاس. لطفا توجه کنین به سوال محوری برنامه و جواب ارسال کنین. شاید برنده یک پایه تلویزیون شما باشین. سوال محوری برنامه راه روشن: نکاح اجباری چیست؟ یک، نکاح قانونی و شرعی هست. دو، نکاح غیر قانونی و غیر شرعی هست. سه، هیچ کدام. با منوی پیام موبایلتان رفته، برای گزینه اول اکس، برای گزینه دوم وای و برای گزینه سوم زید را نوشته و آن را به شماره 729 ارسال کنید. شما می توانید از سیم کارت های افغان بی سیم، افغان تلکام، MTN و اتصالات پاسخ ارسال کنید. برای یکی از ارسال کننده های پاسخ درست از طریق قرعه، یک پایه تلویزیون جایزه داده می شود. پس همین حالا از موبایل هایتان پاسخ ارسال کنید. شاید برنده یک پایه تلویزیون شما باشید. هر پیام شما 5 افغانی هزینه خواهد داشت. شما می توانید تا ساعت 5 عصر روز چهارشنبه پاسخ ارسال کنید. پاسخ درست و معرفی برنده سوال را روز پنج شنبه ساعت 5:30 عصر در برنامه راه روشن فراموش نکنید. شما به شماره 0766522026 زنگ بزنید و سوال که در مورد موضوع برنامه دارین مطرح بکنین. ما دوباره برمیگردیم. شما بیننده برنامه حقوقی راه روشن هستین و موضوع برنامه امروزی ما نکاح اجباری است. در این مورد نظریات هموطنان خود با خود داریم که با هم یک جا میبینیم و میشنویم. نکاح اجباری همی که یک دختر به جای بدی به زور نکاح بندی به زور مصلحت نکنی، نکاح اجباری همی است. نکاح اجباری نکاح را میگن که
دختر یا بچه رضایت نداشته باشن با توافق والدین یکی دیگر نامزاد چون عروسی کنن. دادگه فکر نکنم دادگه کشور واقعا رواج باشه. زیادتر در افغانستان رواج است. ما از مردم خود خواهش میکنم که کار قطعا نکنن، چون که دو زندگی دو جوان خراب میکنن با این کار. نکاح اجباری رو میگن که بزور یک کار میشه توسط یک گپی است که به اصطلاح دل ناخواست میباشه او رو اجباری میگن. یعنی اگر بزور نکاح کنی اجباری هم هست دیگه. محمد خالد از خیرخانه روی خط تلفن هستن و از مهمان برنامه سوالی دارن. بله؟ سلام علیکم. لطفا سوالتان مطرح کنین. سوال ما این بود که قانون در مورد زواج اجباری چه حکم میکنه؟ تشکر از شما آقای خالد. بانو تمنا، میشه که در مورد سوال برادر ما پاسخ را بکنین؟ بله، با تشکر از شما. سلام به تمام بیننده های تلویزیون یک. در جواب سوال برادر ما باید بگویم که قانون منع خشونت علیه زن در مورد چنین صراحت دارد، در ماده 26 اش که هرگاه شخص زن را که سن قانونی ازدواج تکمیل ننموده باشه بدون رضایتش نامزد میکنه و یا وقت نکاح در میاره به حبس متوسطی که از 10 سال کمتر نباشه محکوم میشه و نامزدی و ازدواج مطابق قانون فسخ میشه. پس گفته میتونیم که رضایت از جمله مباحث عمده و کلیدی در تمام عقود است، اما در عقد ازدواج بیشتر برجسته میشه، چرا که در سر عقد ازدواج محیط زندگی انسان که همان فامیل یا خانواده است تشکیل میشه و شخصیت انسان در فامیل شکل میگیره. بنابراین اگر تهداب این محیط اساسی و حیاتی به نارضایتی و جبر و اکرا گذاشته شود طبیعی که تمام فامیل به نابودی مواجه میشه و زندگی همه یک فامیل به طرف نابودی میره. سپاس. آقای روح الله، نکاح صحیح کدام نکاح هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده. من به ارتباط سوال شما، ما سه نوع نکاح داریم. یکی نکاح صحیح، نکاح فاسد و نکاح باطل است که میخوام هر کدامش به ترتیب بر شما توضیح بدم. میام در قدم خود در مورد نکاح صحیح. نکاح صحیح عبارت از زمان نکاح است که در او ارکان و شرایط عقد ازدواج رعایت شده باشه. یا به عباره دیگر در نکاح صحیح شرایط صحت و انعقاد موجود باشه. این نکاح صحیح میگن. در زمینه موقف ماده در زمینه در مورد این نکاح صحیح موقف قانون مدنی ما در ماده 77 خود شرایط را پیش بینی کرده که میخوام اون به شکل مختصرا بر شما ارائه بکنم. موقف قانون مدنی ما در ماده 77 اش سه شرط پیش بینی کردن که یکیش انجام ایجاب قبول است توسط خدا قدین یا توسط خود ناکه و منکوه یا توسط اولیاشان که عبارت از پدر و پدر کلان است و یا هم توسط وکلایشان که اینا میتونن که وکیل هم بگیرن بر خاطر انعقاد ازدواج خود. شرط دومش حضور دو نفر شاهد است که این دو نفر شاهد باید در حین انعقاد عقد موجود باشه و دو نفر شاید اشخاص عاقل بالغ باشند. شرط سومش عدم موجودیت محرمات موقت و محبت بین ناکه و منکوه، یعنی ناکه و منکوه در بین خود از جمله محرمات موقت نباشند، یعنی دائمی محرمات دائمی نباشند، به طور مثال خواهر و برادر یکی دیگر نباشند، مادر و پسر نباشن و محرمات موقت عبارت از اونمون محرمات است که بین ناکه و منکوه یک نوع محرماتی که ما مثال خوبش هم میخواییم بتون بر شما که یعنی اینا خیاشنه و یازنه نباشن، یعنی در خیاشنه از جمله محرمات موقت است برای کی؟ برای یازنه. ای بود نکاح صحیحه و موقف قانون مدنی ما که میخواییم بعدا در مورد نکاح فاسد بر شما توضیحات بدم که هرگام در عقد ازدواج یا در یک عقد شرایط صحت موجود نباشه این نکاح چی است؟ منجر به فساد میشه. یا شروط موجود نباشه این عقد منجر به فساد میشه. به طور مثال در نکاح فاسد میتونیم بگیم که عدم موجودیت دو نفر شاهد نکاح یا عقد چی میکنه؟ به فساد میبره. دوم، یا شخص علم نداره با یکی از محرمات خود، یعنی بدون علم با یکی از محرمات خود عقد ازدواج منعقد میکنه، یا
مثال دیگهش ممکن یک شخص بدون از اینکه علم داشته باشه با یک خانم شوهردار عقد منعقد میکنه که این نکاح نکاح فاسد است و در نکاح فاسد قابل فسخ است و در آثار ازدواج مرتب میشه. میم در مورد نکاح باطل، نکاح سیوم نکاح باطل است که در نکاح باطل چه وقت یک نکاح باطل است؟ زمانی که در او شروط انعقاد موجود نباشه، یعنی رکن از عقد در حین انعقاد ازدواج موجود نباشه. چه وقت یک نکاح گفتیم که رکن از ارکان ازدواج در حین عقد موجود نباشه و آثار بر عقد باطل اصلا مرتب نمیشه، گویت پنداشته میشه که اصلا عقد منعقد نگردیده. حال میریم سراغ پیام های دوستای ما که در برنامه پیام فرستادن و سوالات در مورد موضوع برنامه مطرح کردن. شما با سوال محوری برنامه پاسخ ارسال کنین، شاید که برنده یک پایه تلویزیون شما باشه. ما دوباره برمیگردیم. سوال محوری برنامه راه روشن، نکاح اجباری چیست؟ یک، نکاح قانونی و شرعی هست؟ دو، نکاح غیر قانونی و غیر شرعی هست؟ سه، هیچ کدام. با مینوی پیام موبایلتان رفته برای گزینه اول اکس، برای گزینه دوم وای و برای گزینه سوم زید را نوشته و آن را به شماره 729 ارسال کنید. شما می توانید از سیم کارت های افغان بی سیم، افغان تلکام، MTN و اتصالات پاسخ ارسال کنید. برای یکی از ارسال کننده های پاسخ درست از طریق قرعه، یک پایه تلویزیون جایزه داده می شود. پس همین حالا از موبایل هایتان پاسخ ارسال کنید، شاید برنده یک پایه تلویزیون شما باشید. هر پیام شما 5 افغانی هزینه خواهد داشت. شما می توانید تا ساعت 5 عصر روز چهارشنبه پاسخ ارسال کنید. پاسخ درست و معرفی برنده سوال را روز پنجشنبه ساعت 5:30 عصر در برنامه راه روشن فراموش نکنید. بانو شفیقه سروش از ولایت پروان پیام فرستاده و از مهمانان برنامه پرسیدند که دختر کاکایم قبل از تکمیل سن ازدواج جبرن به نکاح داده شده. آیا دختر کاکایم صلاحیت فسخ نکاح را دارد یا خیر؟ آقای عاصم لطفا شما پاسخ بگوین به جواب. طبق ماده 71 قانون مدنی صرف پدر صحیح و تصرف و محکمی با صلاحیت دختری را که به سن رشد نرسیده، یعنی صرف 15 ساله را میتونه که ولایتن به نکاح بده. دختر زیر سن 15 سال را به شمول پدر هیچ کسی دیگری به قید با عقد ازدواج کسی در آورده نمیتونه، اگرچه اجبار و اکراهی هم در میان نباشه. یعنی به ایمانه که قید قانونی وجود داره که دختر زیر 15 سال قابل ازدواج نیست، بنابراین اگر ازدواجی هم صورت میگره او ازدواج باطل است. سپاس. بانو تمنا، در صورتی که دختر عاقله، بالغه و رشیده باشه میتونه که به تنهایی عقد نکاح را منعقد بسازه؟ بله، ماده 80 قانون مدنی افغانستان دایما رو چنین صراحت داره که در صورتی که دختر عاقله، بالغه و رشیده بدون موافقه ولی ازدواج میکنه، ازدواجش نافذ لازم است. چنانچه که در برنامه قبلی هم ذکر شد که خود عقد ازدواج یک عقد لازم است، اما طوری که در عقود لازم فد فسخ عقود لازم رضایت هر دو طرف شرط است، در انعقادش هم رضایت هر دو طرف شرط است. چون عقد ازدواج یک عقد لازم است، پس در انگام انعقاد عقد ازدواج بیشتر از دیگر رضایت دو طرف شرط است. بنابراین دختر اهلیت ازدواج تکمیل میکرده باشه و سن قانونی ازدواج کمان سن 16 سال به دختر است، زمانی که سنش تکمیل میباشه بدون موافقه ولی ازدواج میکنه، ازدواجش لازم نافذ است که مشکل نداره. سپاس. باز هم به سوال محوری برنامه پاسخ ارسال کنین و شاید که شما برنده یک پایه تلویزیون باشین. سوال محوری برنامه راه روشن، نکاح اجباری چیست؟ یک، نکاح قانونی و شرعی هست؟ دو، نکاح غیر قانونی و غیر شرعی هست؟ سه، هیچ کدام. با مینوی پیام موبایلتان رفته برای گزینه اول اکس، برای گزینه دوم وای و برای گزینه سوم زید را نوشته و آن را به شماره 729 ارسال کنید. شما می توانید از سیم کارت های افغان بی سیم، افغان تلکام، MTN و اتصالات پاسخ ارسال کنید. برای یکی از ارسال کننده های پاسخ درست از طریق قرعه، یک پایه تلویزیون جایزه داده می شود.
پس همین حالا از موبایل هایتان پاسخ ارسال کنید. شاید برنده یک پایه تلویزیون شما باشید. هر پیام شما 5 افغانی هزینه خواهد داشت. شما می توانید تا ساعت 5 عصر روز چهارشنبه پاسخ ارسال کنید. پاسخ درست و معرفی برنده سوال را روز پنجشنبه ساعت 5:30 عصر در برنامه راه روشن فراموش نکنید. فراموش نکنین بحث برنامه آینده ما در مورد جزیه خواهد بود. تشکر میمونای عزیز. تا برنامه بعد خداحافظ.